171 سگ که قرار بود گوشتشان بر کره جنوبی خورده شود به آمریکا منتقل شدند. جنگ کانگروها بر سر قلمرو. شکارچی مظنون به کشتن 70 ببر بنگال بعد از 20 سال دستگیر شد. همراهان گرامی سلام، لطفاً کانال سار میدیو را سابسکرایب نمایید، لایک و کامنت را هم فراموش نکنید. برای همکاری بیشتر کانال سار میدیو را به اشتراک بگذارید. من از همراهی و همکاری شما عزیزان سپاسگزار و ممنون میشوم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان گرامی. شکارچی مظنون به کشتن 70 ببر بنگال بعد از 20 سال دستگیر شد. پلیس بنگلادش میگوید یک شکارچی غیر مجاز مشهور را که بیش از 70 ببر بنگال را ظرف 20 سال گذشته کشته او را دستگیر کرده است. این شکارچی 50 ساله حبیب تعلق‌دار نام دارد و به حبیب ببر مشهور است. به گفته پلیس دستگیری او پس از سه حکم جلب قبلی صورت گرفته است. محل فعالیت او برای شکار ببرها در جنگل‌های مرزی میان هند و بنگلادش بوده است. این مناطق زیستگاه بزرگترین جمعیت ببرهای بنگال است که فقط چند هزار از آنها در طبیعت باقی مانده‌اند. در بازار سیاه اجزای بدن این حیوانات نظیر خوز و استخوان به قیمت بالای به فروش میرسند. جنگ کانگروها بر سر قلمرو. این کانگروها ممکن است سبا و نوازش کننده باشند، اما آنها می توانند گوشت های جدی را به همدیگر بزنند. این کنگروها معمولاً آرام و هر دو جفت جوان در پناهگاه حیات وحش در مرکز غربی نیو ساوت ویلز نیاز به تعیین مرزها و قلمروشان دارند. کنگروها ذاتاً حیوانات لطیف هستند. آنها بیشتر روزها را میخوابند و شبها غذا میخورند. آنها به بچه های خود اهمیت میدهند. در صورت تهدید مانند همه والدین از آنها به شدت دفاع میکنند. به وحشی بودن آنها احترام بگذارید و به محل آنها تجاوز نکنید. اگر به جنگ دو کنگروی نر برخوردید، خودتان را از آنها دور کنید. ۱۷۱ سگ از مرگ حتمی نجات یافتند. این سگ ها به هدف مصرف گوشتشان در یک فارم حیوانات پرورش یافته بودند. یک سازمان غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از جانوران به نام جامعه انسانی ایالات متحده این سگ ها را از فارمداران کره جنوبی خریده و به آمریکا منتقل کرده است تا زندگی جدید را در آنجا شروع کنند.
این سازمان میگوید که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، پیدا کردن سرپناه برای سگ‌های مسافر کاری آسانی نیست. شماری از این سگ‌ها که قرار است به کمک سازمان مشابه در کانادا به آن کشور منتقل شوند. حدود 300 سگ که 171 قلاده آنها به آن منتقل شده اند و همکاری نهادهای کلیه حمایت از حیوانات و سازمانهای شعبه غربی از خطر مرگ حتمی نجات یافتند. It's been a long journey getting the dogs here. And for a while didn't think we were going to make it, so seeing them go off means everything today. کارمندانی که برای خرید و نجات این سگ‌ها رفته بودند که آنها را از مدردیفی از قفس‌های خشین و تنگ در یک فرم کره‌ای جنوبی بیرون آوردند. گوشت سگ در چند کشور شرق آسیا مصرف می‌شود. در میان این کشورها کره جنوبی تنها کشوری است که سگ‌ها را در ابعاد صنعتی برای فروش گوشتشان در مزارع پرورش می‌دهد. از توجه و همکاری شما سپاس گزارم. شاد و موفق باشید.